نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 13 همه ربیع سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیتول العزمه شیرازی در این نشست در رابطه با کیفیت نماز و روزه کسانی که برای تحصیل یا کار برای مدتی در شهر دیگری سکونت می کنند فرمودند از مجموع آیات و روایات این چنین برمی آید کسی که مسافر است حکم نماز او شکسته و حکم روزه او افتار کردن است و کسی که در وطن یا جایی که در حکم وطن است اقامت دارد حکم نماز او تمام و روزه بر او واجب است معظم الله با اشاره به آیه 185 سوره بقره ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده و برای هدایت بشر و برای راهنمایی و تشخیص حق از باطل پس هر که در دریابد ماه رمضان را باید آن را روزه بدارد و هر که بیمار یا در سفر باشد به تعداد آنچه روز خورده است در ماهای دیگر روزه دارد که خداوند برای شما حکم آن را آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته است فرمودند آنچه که باید احراز بشود تا حکم نماز شکسته و نگرفتن روزه لازم باشد در سفر بودن است ایشان تأکید فرمودند اگر در سفر بودن احراز نشد مانند کسانی که چند سالی برای تحصیل یا کار به شهر دیگری رفتند به این شخص مسافر نمی گویند. لذا چنین شخصی نمازش تمام است و باید روزه بگیرد بنابراین قید وطن شرط نیست و همین که به کسی مسافر گفته نشود کافی است و لازم نیست که وصف وطن اثباتی باشد با هم فرمایشات های الله عظما رازی را ببینیم و بشنویم اگه یک کسی از یه خانواده ای از یه شهری پاشد رفت تو حوزه یا تو دانشگاه و بخواد پنج سال بمونه اونجا از بستگانش میپرسن این کجاست میگه سفر رفته یه پنج سال میخواد سفر اسمش نیست کلمه مقیم لازم نحتیاج نداریم میگه مسافر نیست سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله عظما شیرازی به این شرح بود شرح آیه 20 سوره نحل و آیه 108 سوره انعام معنای علی و حکیم از اسماء الهی حکم ولد شبه و حکم اولاد کفار عدم مفهوم برای لقب در مباحث اصولی احکام غساله حکم ازدواج دختر بدون اذن پدر دلیل استهباب نماز قفیله احکام نماز آیات در ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی برخی از احکام ارث اقسام و احکام دیگه و برخی از احکام خمس از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.